بسم الله الرحمن الرحيم. ميايم با برنامه كويك بوك. درس ما امروز دا برنامه كويك بوك مينوي انوينتري است. انوينتري را ما شما به تفصیل خوانده بودیم که انوينتري چی را میگه، انوينتري پارت چی را میگه، اسمبلی چی را میگه. امروز بالای کمانده مینوی انوينتري کار میکنیم. اولین کماند که در مینوی انوینتری سمرای ما انوینتری سنتر است. انوینتری سنتر برای ما شما ایره نشان میده که ما شما چقدر انوینتری داریم فعلا، یعنی کدام نوع انوینتری داریم و چقدر انوینتری داریم. هر نوع از رو به تفصیل برای ما معلومات میده. به خاطر ازی ما بالای کماند انوینتری سنتر کلیک میکنیم، مثل کاستومر سنتر و به مثل وندر سنتر. ای هم یک کماند است. در این قسمت اگر شما ببینین نام انوینتری که ما شما جور کردیم برای ما شما نشان میده که از جمله از او که هست یک انتی ویروس هست، دیگه سی پیو است، مونیتور است و بمون شکل دیگر آیش. و در این قسمت پایین که در این طرف راست که هست پرایس اون قیمت از او برای ما شما نشان میده. و هر آیتمی که یا انوینتری که ما شما کلیک کنین در این طرف که هست انوینتری انفورمیشن، معلومات راجع به اون انوینتری یا آیتم برای ما شما نشان میده. نام از چیست؟ در دسکریپشن ما شما چی نوشته کردیم؟ از کی ما شما ایره خریداری میکنیم؟ یونیت آف میجور یا واحد اندازه‌گیری از چیست؟ سایز کل معلومات. اگر ما شما معلومات داده باشیم، چیزی معلومات که باشه برای ما شما در اینجا نشان میده. اینمی که است برای ما شما تمام میشه به اینمی قیمت و وقتی که ما شما ایره میفروشیم به این قیمت میفروشیم. اینی قیمت که است. به مو شکل در قسمت پایین اگر ما شما میبینیم در اینجا ترانزکشن هایی که راجع به اینمی آیتمی که ما شما کلیک کردیم برای ما نشان میده. مثلا از سی پی یو را ما شما یک دانه استیمیت به نمبر دو جور کردیم، دیگه استیمیت جور کردیم که نمبر دو چند است؟ سی است. و قیمت زور نشان میده که چقدر جور کردیم ما شما. سی است. و اکاونتی که با او لینک شده او را برای ما شما نشان میده و تاریخ زور نشان میده. به اون شکل دیگه چیزا. خوب این معلومات اضافی بود. میایم کماند دیگه که از پایین از انوینتری سنتر هستن به نام آیتم لیست یاد میشه که ما شما به تفصیل خواندیم. در مینوی لیست آیتم لیست این ما شما کار کردیم، ضرورت نیست باز بالای ذکر کنیم. یعنی اگر خواسته باشیم کدام آیتم جدید جور کنیم از قسمت ما شما رو جور کردن میدانیم. دیگه که از نیو آیتم، نیو اسمبلی، نیو انوینتری، نیو اسمبلی. ما شما گفته بودیم که انوینتری امی فرض مثال اگر ما شما یک سی پی یو را فکر کنیم، در سی پی یو که است بیادر ام هارد دیسک میا، ام سی دروم میا، ام مادر بورد میا، ام مونیتور میا. اینمی هر کدام از اینا در انوینتری ما شما ثبت میکنیم. اگر خواسته باشیم که مکمل سیستم جور کنیم، مکمل کامپیوتر جور کنیم که دو مثلا ما شما سی پی یو، مونیتور و هارد دیسک و سی دروم چیزا کلش استفاده میشه، باز به خاطر از ما شما از اسمبلی استفاده میکنیم که دو از ما شما هم در آیتم لیست خوانده بودیم. اگر خواسته باشین اینوینتری جور کنیم بالای از کلیک و اینا مستقیم برای ما شما میره اینوینتری پارت. اینو ما پس کنسل میکنیم به خاطر از اینکه ما شما خوانده بودیم. اگر خواسته باشیم اسمبلی نو جور کنیم بالای نیو اسمبلی آیتم کلیک میکنیم که اینو ما شما خواندیم. اونا می یک چیز است، فقط اینجا جدا جدا برای ما شما آوردن. پس ضرورت نیست که ما شما کار کنیم. چرا؟ به خاطر از اینکه سابق ما شما خواندیم. دیگه از اون پایین که است به نام ادجاست کوانتیتی یا ویلیو آن هند یک کامانتی دیگه است. وظیفه اساسی کماند اینمی است اگر ما شما آیتما یا می انوینتری ما شما چیز اسپی شما اشتباه شده باشه. فرض مثال ما شما آن هند داریم 20 دانه و در اونجا ما نوشته کردیم که 22 دانه. خب میخوای مثلا ایر ادجاست کنی، ترتیب و تنظیم کنی به خاطر از یزی استفاده میکنی. یا مثلا ما شما در کتاب داریم که 30 دانه داریم، وقتی که در استور روم راستیم در گودام دوجا 20 دانه بود. میخوای ایر تنظیم کنی، ترتیب کنی به خاطر از ما شما ارزمی کماند استفاده میکنی. فرض مثال ما یک مثالش کار میکنیم براتون. اول ما میریم بالای فیزیکال اینوینتری ورشیت کار می کلیک میکنیم که ما بفهمم که چقدر اینوینتری داریم. این کماند وظیفه اساسیش اینه که برای ما می آیتم یا اشیاء رو برای ما شما نشان میده که فیزیکال اینوینتری ما شما چقدر داریم. پس بالای زی کلیک میکنیم. وقتی که بالای زی کلیک کردیم ما را میگه بیادر انتی ویروس 30 دانه داری آن هند، سی پی یو 0 است، مونیتور 2 دانه است و کامپلیت سیستم چند دانه است؟ 3 دانه است. فرض مثال ما میگیم بیادر اینمی که هست 23 دانه نیست، اینمی 33 دان است یا امی 20 دان است. میخوام ترتیب کنم میره ادجاست کنم میره. به خاطر از میم در انوینتری بالای ادجاست کوانتیتی یا ویلیو آن هند کلیک میکنه. وقتی که کلیک کرد یک صفحه نو باز میشه. چرا میخوای
ارجست کنی کوانتیتی رو میخوای؟ بله کوانتیتی رو میخوام. امی تاریخی که تو میخوای ارجست کنی او دیج خودش میاد. اگر کدام تاریخ مثلا پیش نوشته میکنی یا پشت سر هم میتونی، مشکل نداره. در اینجا باید یک اکاونت باشه در قسمت پایین به نام inventory adjustment. ای اکاونت ما شما چون از سابق جور کردیم تیاری هست، اگر نباشه خود ما شما باید از طریق نیو بریم در اینجا یک اکاونت نو جور کنیم به نام چی؟ inventory adjustment و save and close کلیک کنیم که او اکاونت در اینجا بیاد. چون فعلا هست ضرورت نیست که دیگه جور کنیم. در اینجا رفرنس نمبرش میاد، هر اینونتری که ما شما ادجست میکنیم یا 2 3 4 هم تو یک نمبر برش میده، صحیح است؟ اگر اینونتری رو تو ادجست میکنی به خاطر یک مشتری مشخص میتونی نام رو انتخاب کنی، چون هیچ ضرورت نیست نمیگیره. کدام آیتم هست میتونی آیتم از این طریق خودت انتخاب کنی. اگر نه از این قسمت میتونی فایند اند سلکت آیتم، مثلا نام یک چیز رو نوشته کو بگو فایند اند سلکت، مثلا اینمیستا یا اینمیست اینمیست اینمی آیتم کار دارم. ضرورت نیست ما میرم میگم بیادر ما میخوام که چی رو ادجست کنیم، کامپلیت سیستم ادجست کنیم. وقتی که بالای هر آیتم ما شما کلیک کنیم در دیسکریپشن معلومات از میاد و کوانتیتی آن هند چه قطعیدات از داره بوره برای ما نشان میدن. فعلا چند دانه است؟ 23 دانه. ما میگم بیادر این 23 دانه نیست، این 20 دانه است. ا نیو کوانتیتی، نیو کوانتیتی از چقدر است؟ 20 دانه است میگم. و دا کوانتیتی دیفرنس کس فرق بین کوانتیتی آن هند و نیو کوانتیتی برای ما نشان میده چقدر تفاوت پیدا شد بین ازی منفی 3 دانه. یعنی به این معنی که از کوانتیتی آن هند یا کوانتیتی اصلی 3 دانه چی شد؟ تفریق شد. میمو چیزی نوشته میکنی در اینجا نوشته کو، مثلا به خاطر چی رقم کردی؟ میگم مثلا it was refund، صحیح؟ it was refund به این معنی که ایده ما پس روان کرده، صحیح؟ تا for to it was refund to vendor، ایده پس روان کردیم با vendor به خاطر از اینکه خراب بود سی دانه زیرا. یا یک چیز دیگه نوشته یا گم شده از پیش ما شما، صحیح است؟ یا خراب بود دوره میتون اینجا نوشته کنیم، اما میمو در معلومات زوری نوشته کنیم. اگر ما شما این ترتیب و تنظیم کنیم چقدر امره ما میمانه کوانتیتی آن هند 20 تانه، قیمت یک دانه زی چند است؟ 3000. تمام قیمت چقدر میشه؟ 60000 افغانی. اینجا برای ما نشون میده و فرقش چقدر پیسه زی کم شد فعلا 9000، به خاطر از اینکه یک دانه زی 3000 است، 3 دانه چقدر میشه؟ 9000. و چه آیتم ما شما ارجست کردیم؟ یک آیتم انتخاب کردیم، نه به اون خاطر یک دونامت اگر زیاد باشه زیاد میاد. بعد از چی میگی؟ سیو این کلوز. اگر کدام آیتم دیگر میخوای ارجست کنی سیو این نیو، ما میگیم نه یک آیتم بود و خلاص. سیو این کلوز کلیک کو. اینا شما ببین اینجا کامپلیت سیستم چند دانه شد برای ما؟ 20 دانه شد. اگر یک نفر بگه که بیادر اینجا خوب سابقی 23 دانه بود، چرا 20 دانه شد؟ بالای زی دبل کلیک، وقتی که دبل کلیک کرد برات میگه بیادر من سایز قبول دارم، از این کیس میگه تو اینونتری خود ادجست کردی، به او خاطر سه دان دیگه منفی شد، به او چند شد، چقدر باقی مانده است امرای ما شما؟ 20 دان، صحیح است؟ این تفاوتش نشان میده. مثلا اول اسمبلی که ما شما جور کردیم چقدر بود؟ 28 دان. دو دان از این یک دفعه ما شما اینوایس کردیم فروختیم، سه دانش باز، سه دانش دیگه، سه و سه چند میشن؟ 6. 6 و دو چند میشن؟ 8 دان، صحیح است؟ از 28 که 8 دان برای چقدر میمونه؟ 20 دانه میمونه. باز میگه یک دانه دیگر را کریدیت میمو کرده چقدر شد؟ 21 دانه. باز دو دانه چی کردی؟ کریدیت میمو کرده چقدر شد؟ 23 دانه. از 23 که 3 دانه برای چقدر میمونه؟ 20 دانه. مکمل ریپورتش برای ما شما نشان میده. پرینت میکنی بعد به اینجا بیا میتونی از قسمت چی کنی را پرینت بکشی و اگه میخواستی در اکسل انتقال بدی انتقال دادن میدانی، صحیح شد؟ این وظیفه اساسی چی بود امرای ما؟ وظیفه اساسی ادجست کوانتیتی، صحیح شد؟ پوینتر از اینکه اسمبلی ما شما است بیلد اسمبلی. بیلد اسمبلی گفته بودم براتون، اگر ما شما خواسته باشیم که اسمبلی رو جور کنیم که از این قسمت هم میتونستیم، از این قسمت مستراکچرش رو جور میکردیم و از این قسمت که از کامپیوتر مکمل جور میکردیم، ده اینجا ساختمانش رو جور میکردیم که مثلا دمی اسمبلی چی کدام اینونتری استفاده میشه و ده اینجا که از لایف عملی خودت میخوای که از این اینونتری پارت که از اسمبلی جور کنی. اینی اسمبلی که از باساسی اسمبلی آیتم جور میشه. اول ما میرم میبینم که چقدر اینونتری دارم، باز میرم فیزیکال اینونتری ورشید. شما ببینید انتی ویروس 30 دانه دارم، سی پی یو کس چند دانه دارم؟ 0 هست. مانیتور چند دانه هست؟ 2 دانه هست. دیگه باید سی پی یو هم 2 دانه باشه یا بیشتر باشه، خب مقصد یک چیز باشه، اگر زیاد باشه فرق نمیکنه، خب کم از این نباشه. اینا ما شما نمیتونه که از این سیستم جور کنه، به خاطر از اینکه در کامپیوتر که ما هم سی پی یو استفاده میکنه هم مونیتورن. پس چی میکنم؟ ایرا امو تو از دروغ ادجست میکنم، میگم این زیاد است امروی ما، کسی
کم رسانده. میرم در اینونتری ادجست میکنم. چی را ادجست میکنی؟ میگم برادر من میخوام که امی سی پی یو را چی کنم؟ ادجست کنم. مرا میگه صفر دار. میگم صفر نیست برادر، از این دو دانه دارم. وقتی که دو دانه کلیک کنی فرقش هم دو دانه شد. صحیح شد. بعد از اون فقط سیو این کلوز میگم. اینال چند دانه شدی؟ دو دانه. از این ما میتونیم که دو دانه اسمبلی جور کنیم. صحیح است؟ پس به خاطر از میریم در اینونتری میخوام چی کنم؟ بیلد اسمبلی، اسمبلی را جور کنم. خب در اینجا نام زور باید انتخاب کنی. اسمبلی، یک اسمبلی را ما شما جور کردیم از طریق اینمی نیو اسمبلی. به نام چیست؟ به نام کامپلیت سیستم. میخوای کامپلیت سیستم را جور کنی؟ بله میخوام کامپلیت سیستم را جور کنم. مرا میگه فعلا کامپلیت سیستم کوانتیتی آن هم چند تا داری؟ 20 تا داریم. از این طریقه میتونیم ببینیم سل کد این فیزیکال اینونتری ورکشیت برو چند تا داریم؟ 20 تا داریم. خب اینالی میگه دمی کامپلیت سیستم که یک سی پی یو استفاده میشه، یک مونیتور استفاده میشه. فعلا تو از دو تا نزی داری، دو تا نزی داری. صحیح است؟ چه قدر میخوای تو جور کنی؟ کوانتیتی نیت برای من نشان نمیده. من میگم میخوام که دو تا جور کنم. وقتی که دو تا جور کنی تعدادش نشان میده که چه قدر ضرورت داری خودت. اینا اینو کلیک کن. چه قدر ضرورت داری؟ میگه دو تا باید سی پی یو داشته باشی، دو تا مونیتور داشته باشی. پس دو تا خود داریم ما. میتونیم چه جور کنیم؟ در این یک چیز معلومات نوشته می که نوشته کو اگنه فقط بیلد انکلوز بگو. اینال شما ببینید این به خاطر اسپلینگ ایرور میای ایرم اگنور میکنم. اینال شما ببینید کامپلیت سیستم چند تا شد، سی پی یو چقدر شد؟ صفر. مونیتور چقدر شد؟ صفر. به خاطر از این مکمل سیستم جور کردم. مکمل سیستم شده کجا اومد؟ د بیلد اسمبلی یا کامپلیت سیستم اومد. این بود طریقه جور کردن چی؟ اسمبلی. خب این هم خلاص شد. از او با پایین امرای ما از کریت پرچیز آردر. ای که از بیادر ما شما در منوی بندر میخوانم کریت پرچیز آردر. بمو شکل امرای ما دیگه کماند است ریسیو آیتم. ریسیو آیتم ما شما در اینجا میخوانم. امرای از ای کار میکنه. جدا در اینجا کدام چیز کار نمیکنه. نتیجه نمیده. مثلا ما شما کدام آیتم ریسیو میکنیم اینجا میرسنیم. پس این اساسی جایش که است اینمیش است باید اینجا بخوانیم. اونجا ما شما میخوانیم. فیزیکلی اینونتری ورشید ما شما خواندیم. دیگه که است ترن آن ادوانس اینونتری. اگر می خواستی که از وب راجع به اینونتری که از بعضی فیچرهای دیگر آن کنی میتونی که از این طریق او را آن کنی. پس چون وب ما شما نداریم ضرورت نیست که از این طریق ما شما پیش بریم. صحیح است. ایدم چی میکنم؟ کلوز میکنم. میرم کلوز میکنم و ایدم چی میکنم از این طریق؟ کلوز میکنم. خب من پیش میریم. از او با پایین نوشته که در چینج آیتم پرایس. خوب سه شما ببینید. ما میرم در مینوی لیست و بعد از در آیتم لیست. در آیتم لیست شما ببینید اینمی هر کدامش که از قیمتش برای ما نشان میده. سل پرایس رو چند است قیمتش چی نشون میده. اگر خواسته باشی مجموعا مکمل از قیمتای زیر چینج کنی 2% بالا ببری یا 3% پایین بیاری، ما شما از دمینوی اینونتری از کماند چینج آیتم پرایس استفاده میکنیم. ما میخوام مثلا آیتم های زیر قیمتاش چی کنم بالا پایین ببرم. رفتم به چینج آیتم پرایس. خب میخوای از چی را قیمتش چینج کنی؟ سرویس آیتم اسمبلی را. فرض مثال شما ببینید یک دفعه اسمبلی را ما شما ببینیم قیمتش چند است؟ 5000 افغانی. ما میخوام تنها قیمت از اسمبلی را چی کنم؟ پایین بیارم. به خاطر اینکه بسیار قیمت سیاه بالا ببرم. رفتم در اینونتری چینج آیتم پرایس. میگم برادر ما میخوام که از اسمبلی را چی کنم؟ قیمتش پایین ببریم یا بالا ببرم؟ در اسمبلی من میگم برادر تو یک آیتم داری که اون به نام کامپلیت سیستم است. امورا میگم کلیک کو. کلیک کردم اونا. خب قیمتش کرنت پرایس از چقدر است؟ 5000 افغانی. نیو پرایس چقدر میخوای؟ ما میگم برادر اگه میخوام ادجست کنم چی میخوای؟ اگر میخوای که مثلا بالا بره منفی رو نوشته نکو، بگو میخوام که 20%. صحیح است؟ بیس آن کرنت پرایس چی شوه؟ قیمتش بالا بره. باز به خاطر زیبه چی کنیم؟ بریم ادجست کنیم. در ادجست که اومدی، در ادجست دینج که اومدی ادجست کلیک کنین شما. خب ادجست بسیار ببخشین اون در بالا رفت. این سل کو 20% بالا نبرده. به خاطر از اینکه ایجا 20 روپه بالا بردن. اگر تو خواسته باشی که 20% بالا بره، باز چی که ایجا 20% نوشته کو، بعد از وقتی که ما شما ادجست کنیم 20% چقدر میشه؟ 1000 افغانی شد که اونه بلاش. یعنی هدف ما ایست اگر میخوای با اساس فیصدی بالا بره، علامه فیصدی را اینجا سمبول فیصدی را نوشته میکنی. اگر میخوای که تنها مثلا 200 افغانی بالا بره، باز تنها اما افغانی را نوشته میکنی و ادجست میگی سل کو 5200 current price 5000 و new price 5200. اگر تو میخوای پایین بیای، به خاطر پایین بیای چی کنی؟ منفی 200. میخوام 200 افغانی پایین بیای 4800. اگر میخوای که نه منفی 20%
20 فیصد به این معنی که 20 فیصد باید پایین به ادجاست کلیک و 4000 افزایش. این حال وقتی که من اوکی کلیک کنم، در اینجا وقتی که اوکی کلیک کنم شما ببینین کمپلیت سیستم سابقش 5000 بود، چند شد؟ 4000 بود. این بود طریقه چینج آیتم پرایس که بسیار کماندی مهم است. این بود درسی امروزی تانم.